خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از حاشیه‌های جشنواره فجر خواهیم گفت تا تبلیغات گسترده برای راهپیمایی 22 بهمن. البته متن جشنواره فجر هم امسال گفتگو داشت. سلام های بهنود، به نظر میرسه که 40 سالگی انقلاب، جشنواره فجر، همه اینا روزنامه‌ها و رسانه‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار داده. ولی دیگه طور طبیعی این اتفاق می افتاد دیگه. این هفته وسط دهه فجر بود و همه مسائل به نوعی ارتباط پیدا می کرد و پیدا کردن خبرهای که ارتباط نداشته باشه یه ذره مشکل بود. در این حال خارج از اون چی که دولت و حکومت انجام می دادن هم یه فرصتی بود برای کارهایی. از جمله دیدم که اگه تو باشه پارسال ما کتاب مریم زندی رو دیدیم که عکسای خانم زندی بود از روزای انقلاب. امسال این جلد اول کتاب کاوه کاظمی است. این جلد اول دهه اول رو داره میبینه، فقط دهه اول انقلاب رو داره، یعنی بعد از انقلاب رو، یعنی از سال 57 که شروع شد و خب بودش و دید و نگاه فوق‌العاده‌ای هم کاظمی که از بهترین عکاسای ایران هست. اگه این رو جلد رو، عکس رو جلد رو ببینیم، خیلی عکس خوبیه. این عکس عکسای داخل کتاب هم بسیار عالیه و به همین جهت هم هستش که تقریبا همه عکسا رو دیدم که تو آرشیو گیتی هست. البته برای او نشریات معتبر اروپا بیش از اون که فکر کنیم عکساشو منعکس کردن در خیلی از نشریات بزرگ اروپا و الان هم که در داخل ایران کاملا داره کار انجام میده و استاد خیلی خوبی است برای عکاسای جدید امروز و این 10 ساله خیلی خوب تو این عکس‌ها پوشونده میشه. انگار که تو عکس‌ها هر کدومشون یه مقاله است که داره میگه که جامعه چجوری داره شکلش عمل شبست میشه. بله، بریم سراغ روزنامه ها. روزنامه مستقل رو ببینیم که به آقای برغانی پرداخته. سال 11 سال گرد فوتشون بوده. بله، اصولا احمد برغانی به یک نوعی در 20 سال گذشته مظهر آزادی قلم بوده است، به درست، چون واقعا مدافعش با این کار، به غیر از اینکه از معدود کسانی بود که رفت تو دستگاه حکومتی و سالم و به هیچ گفتگویی بیرون اومد، هم خودش رو در نهایت درویشی و همون وضعی که در قبل از انقلاب داشت در همون خونه نگه داشت و هیچ تغییری در وضعیت خودش نداد و بعدم هیچ وقت هم برای اینکه حفظ کنه مقامش رو معامله نکرد، حرفای خودش رو زد. خیلی ها فکر کردن حرفاش تنده، ولی به هر حال همه اینها ازش یک مجسمه و یک لوگوی خیلی خوبی ساخته. این تصویری که دارید میبینید که روزنامه مستقل گذاشته کار هادی ایدری است. زیرش هم روزنامه یه چیزی رو به یاد آورده بامزه است، یکی از خاطرات آقای هاشمی است که نشون میده در زمانی که نماینده مجلس بود، مجلس ششم، یه موقعی آقای هاشمی رو دیده و اونجا به آقای هاشمی یک توصیه‌ای کرده و گفته که شما مثل بقیه نیستیم، میتونیم بیاید طرف مردم، رو مردم اثر بذارید. در صورت خیلی از روزنامه نگارا اون بهار مطبوعات بعد از دوم خرداد رو به نوعی مدیون ایشون هستن. بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم و این گزارشی که از مردم سیستان و بلوچستان داده. خیلی اصولا یه پرونده ایست، خب چندین جزء داره. به نظر من میرسه اصولا به طور کلی دارم میگم، این گزارشم بهانه خوبیست برای گفته این حرف، که در 1-2 ساله اخیر استان سیستان و بلوچستان توش یه تحولات جدی اتفاق افتاده توسط مردم بیشتر. ولی اگر بخوایم بگیم مثلا بالاخره این همه خانم های زن که به عنوان فرماندار یا بچه کوچیکی هستن، به نظر میرسه که اصلا اونجا یک انقلاب فرهنگی رو باعث شدن. حضورشون، حضور یک خانم محلی در این حال بعضیشون اهل تسنن،
و فوق العاده پرکار، چنان که کارهای فرهنگی زیادی هم فوق العاده و ان جی او ها هم دارن اونجا کار میکنن. بله. و به نظر میرسه که در میان این خوشسالی و فقر عجیب و غریبی که اون استان رو در بر گرفته بعد از هیرمند، میشه گفتش که یه بارقه امیدی هم از اون گوشه پیدا شده است که این گزارش هم در عین اینکه کارسی ها رو میگه اونم بخشم میگه. خب، سازندگی یکی از بزرگترین متنهای جشنواره رو دیده، البته دو روز قبل از این یک فیلم دیگری هم دیده بود و اصولا دنبال میکنه این پرونده. این شبی که ماه کامل شد یک قصه خیلی جسورانه است از خانم آبیار، نرگس آبیار، که قبلا سه تا فیلم ساختن و اون سه تا فیلم ها خیلی فیلم های خوبی بود ولی جناح اصولگرا خیلی نپسندید. این دفعه اولیست که ایشون یه فیلمی ساخته که پیش پیش رسالت و کیهان اینا آمدن به استقبال، به طوری که در جریان به اصطلاح مصاحبه مطبوعاتی کنار جشنواره بعد از نمایش فیلم، خانم آبیار ناچار شد بگه که من اصولگرا نیستم، چون به نظر میرسید که گروه مقابل هم فرض و حالا ممکنه بر این ببینه که حمله کنه به فیلم، ولی اینطوری نبود. یه مقاله فوق العاده خوبی نوشته است تو همین شماره که جلوتون هست، مهدی یزدانی خرم، که کاملا نقد خوبی بود، فوق العاده کاملا فضا رو باز کرده است، هم از دید قصه، هم از دید جسارتی که کارگردان کرده است، بازی خوب و هنرپیشه هر دوتاشون. فقط اگه اشاره هم بخوایم بکنیم به فیلم خانم آبیار، فیلمی هست در مورد خانواده ریگی که از یک عشق خیلی چیزی به یه دختری در تهران و یکی و آقای ریگی در سیستان و بلوچستان شروع میشه و به اون خشونتی که فاجعه میرسه. بله، بریم روزنامه ایران رو ببینیم و حرفای آقای زنگنه. بله، اینجا روز چهارشنبه علاوه بر اینکه حالا رئیس جمهور هم در مراسم جایزه کتاب سال که به مناسبت همین دهه بود اونجا هم یه حرفایی زد که خیلی از اصولگرا خوششون نیومد، ولی حرفای آقای زنگنه هم مهم بود. اینجا اشاره کرد به اینکه وضعیتی که الان هست چطوره. معمولا این وضعیت خیلی گفته نمیشه، این وضعیت که حتی کشورهای مثل یونان و اسپانیا که جزء مستثناهای آمریکا بودن، اونها هم نمیخرند نفت، و اینکه حتی مثلا فرض کنید که بدهیمون رو از عراق، بدهی عراق رو به ایران هم پرداخت نشده، 2 میلیارد گفتن، مثلا که 2 میلیارد عراق بدهکار رو به ایران نمیده، ولی نفت کرکوک رو هم حتی نفت کرکوک حالا ماجراش سر فرم کنه سواب بود، یعنی ما در یه جایی تحویل میدادیم در یه جای دیگه میگرفتیم، که این هم با بعد از این حوادث اخیر قطع شده و بنابراین نشون دادن که فضا خیلی سخته، به طوری که از این تعبیر استفاده کردن از که از جنگ تحمیلی، یعنی جنگ با عراق، اوضاع سخت‌تره و مبارزه با این وضعیت. این هم خیلی خوش نیومد طبق معمول اصولگرایی که اصولا از گفتن این حرفا خوششون نمیاد، و بنابراین در همون مصاحبه هم خبرنگار کیهان اومد از همون حرفایی که کیهان می‌نویسه زد، ایشون هم در جواب گفت خود شما رفتید برجام رو لغو کردید و در زمان برجام هم نگذاشتید. گفته باشم که در همین زمان یک صحبت دیگه ای هم از آقای زمانی‌ها نقل شده است که حرف مهمی است، معاون وزارت خارجه، و اینکه ایشون اشاره کردن به اینکه اگر که در زمانی که برجام آمد قراردادهایی رو که میتونستیم میبستیم خیلی وضعمون بهتر بود. اشاره میکنه به سختی هایی که اصولگراها به وجود آوردند که خیلی جسارتی به دولت ندادن که تو اون فرصت سریع بتونه بره یه کاری بکنه. بله، بریم به روزنامه کیهان در آخر هفته و انقلابی که 40 ساله شد. کیهان در حقیقت خب در آستانه روز رحلت حضرت فاطمه داره و 3 روز یا 4 روز مونده به سالگرد انقلاب داره از حالا استفاده میکنه، و این دوتا عکس که میبینید، یک عکس سمت راست که سیاه‌سفیده که بیشتر خانوما توش هستن، مال انقلابه، یعنی موقعی است که عکس آقای خمینی رو دارن، و این طرف که رنگی هستش مال یکی از مراسم گذشته بعد از نبودن ایشون هست که رهبر دوم رو مردم دارن. در حقیقت داره میخواهد بگوید که اون حادثه داره تکرار میشه. این خدمات جهادی که اون بالا هم نوشته است در مورد اینکه 1000 تا میز در اونجا خواهد بود، اینا بخشی از تسهیلاتش که پیش به نظر میرسد که
امسال در مقابل فشار جنگ‌های روانی که ترامپ و گروه هواداره او و اصولاً در جای مختلف دنیا برپاس علیه جمهوری اسلامی به هر دلیلی، در مقابل اون این فرض یا این اراده هم وجود داره که راهپیمایی 22 بهمن مجلل‌تر، پرشکوه‌تر از هر سال باشه و از همین حالا تو رسانه صدا و سیما می‌بینیم که تبلیغات وسیعی برای این کار هست، چنان که از این صفحه کیهان هم پیداست که به حال در روزهای آینده همین تبلیغات ادامه خواهد داشت. سه تا برگزیده برامون آوردین. اولش ایرانه و گزارشی به نام دیپلماسی مذاکره یا مقاومت. بله، حالا اینجا آنچنان که جناب مقابل با تندی و با کلمات تند و اینا مخالفت خودشو با هر نوع مذاکره ای اعلام میکنه، ولی به نظرم مهم است که روزنامه دولت این رو با زبان آرامی تعقیب میکنه، همین موضوع رو، موضوع اصالت مذاکره و اینکه مذاکره کجا لازمه. در همین مجموعه که میبینید یه مقاله‌ای هست، شما خونده بودید دیگه، از آقای سعید علی خانی، کارشناس مسائل بین الملل هستن، که میگه که با این شروع میکنه که نگویید آنها چه کردند و ما چه کردیم، نپرسید چه کسی برد و چه کسی باخت، حرفای پوچ تمامی ندارد، خرد انسانی برنده شد. اولین عامل فقدان انسجام اجتماعی است. داره در مجموعه شرایط در مورد مذاکره و برجام و اینا صحبت میکنه و در واقع میگه انسجام اجتماعی در این زمینه بدان معنی که ارکان مختلف حاکمیت تعریف مشترکی از منافع داشته باشن. خیلی مهمه دیگه. بله. در حقیقت اون جمله که شما نقل کردی جمله است که از خروشچف نقل کرده. بله. خروشچف بعد از مرگ استالین توی کنگره ویستون فکر کنم این جمله رو گفت، یعنی در حقیقت نشون داد که میخواد مذاکره کنه برای حل و نه روش های دیگه. این یاداوری این که به هر حال آدمایی که با هم مذاکره میکنن با هم دشمنند، وگرنه دوستا که نیاز زیادی به مذاکره پیدا نمیکنن. مذاکره اصلا روشی است که درست شده است برای حل دشمنی ها یا دست کم پایین آوردن زیان هاش به ملت ها و اونجا که منافع ملی اساس کار ملت هاست. پس بنابراین مقاله که مقاله بسیار خوبی هم هست در توجیه این هست که مذاکره به معنی تسلیم نیست، تصور بعضی از آدمایی که باش مخالفت میکنن، چنان که رفتن تو مذاکره به معنی پیروزی تمام هم نیست، نمیتونه باشه. من میگه انسجام داشته باشیم، هر صورت حالا مذاکره بکنیم چیز بدی نیست. که بریم سراغ برگزیده بعدی که آوردین از آرمان که 40 رمان برتر فارسی رو برای 40 سالگی انقلاب برگزیده و گویا 40 تا داستان کوتاه رو هم انتخاب کرده. آرمان روزای پنج شنبه یک صفحه ادبی داره که این صفحه است که میبینید، یه صفحه پروپیمون و پیداست که جوانها کار میکنند، یعنی شوخی نداره چون صفحه پرکاری است. امسال نشستن فکر کردن که در 40مین سالگرد چه بکنیم، به این نتیجه رسیدن که 40 تا رمان انتخاب کنن و 40 تا داستان کوتاهی که فرضشون بر این است که برتر بوده باشه. شاید بشه ازشون این عیبو گرفت که این وقتی که میگیم رمان برتر بر در برگیرنده همه نیست، یه ذره نگاه لایک وجود داره، ولی به هر حال 80% اون چیزی که انتخاب کردن جزء رمان‌های مؤثر حتما هست. از نویسندگان بزرگی کتاب انتخاب کردن. بله دیگه، از اونایی که میشه. متأهلا ایرادی که میشه گرفت این که وقتی به نسل جوان به این آخر سر میرسه، کسایی هستن که دو تا کتاب بیشتر ندارن و مثلا یک یا دو تا چاپ هم بیشتر نشده. هنوز این که بگیم که اثرگذار به اون معنی بودن شاید به نظر برسه که زود باشه، اما در مورد قدیمی‌ها اشتباه نمی‌کنه. شاید بعضی از اسما رو نداره. اونطوری بشه گفت. یه توضیحی هم آقای شکری خودش اون اول داده است، در این حال خود دبیر صفحه هم در مقدمه نوشته است که از کجا این آورده. به نظرم کار خوبی است برای صفحه ادبی آخر هفته. مجله بارساوا از مشهد هست. بله، شما خوندین بیشتر. من فقط میدونم که آقای عبدالله کسری حالا امیدوارم ما درست دیده باشیم. چیزی که من چک کردم بارساوا میشه به معنی خراسان در خراسان بزرگ، خراسان قبل‌های تاریخ. بارساوا بود اون زمان‌ها بیشتر خونده می‌شد با سین بود، ولی خب لابد در یه منابع معتبری هم با
سه نقطه بوده است که نقل کردن. این نشریه نشریه است که پاش در مشهد و طبیعی است که وقتی یک نشریه ادبی فرهنگی باشه و پاش در مشهد باشه، تئاتر سینما ادبیات رو بررسی کرده، بله معلوم است که یه همچین نشریه‌ای باید عکس آقای عبدالله کوثری رو اینجا گذاشته بشه که یکی از برجسته ترین مترجمین الان هستند از نسل ما، با افتخار نسل ما. یک عالمه نویسنده خوب به خصوص از آمریکای لاتین رو ما با آقای کوثری شناختیم. خیلی پرکار و در این حال بدون حاشیه و بدون سر صدا و در مشهد نشستن راحت و حالا راحت چون من نمیدونم، ولی به هر حال در مشهد مصاحبه خیلی خوب و مفصلی هم با ایشون کرده. آقای بهنود بریم مجله ها رو ببینیم چون اونا هم زیاد هستن. حرف هنرمند، حرف هنرمند یکی دیگه از شماره‌هاش خوشبختانه حرف هنرمند کوچولو نشده. نه همونطوری مونده. امیدوارم نشه، آره. و همون کیفیت رو حفظ کرده و باریکلا به همتشون که تونستن، هم آقای ایمان افسریان که مدیر مسئول هست باید بهش تبریک گفت، هم شورای نویسندگان شروع کرده است با بخشی که مسئولیتش با غزلی هدایت یعنی عکاسی. اولین گزارش که توش میخونیم گزارش خیلی خوبی است، پویا کریم نوشته راجع به قاب. هیچ وقت حالا فکر کردین که تابلو فقط اهمیتش به متنش نیست، قابش هم خیلی مهمه؟ خدا من فکر کنم دست... هر دفعه موزه میرم فکر میکنم این قابا، آره، و به خصوص که هرچی میام جلوتر این قابا ساده تر میشه، آیکی میشه، شاید اونقدر دیده نمیشه، ولی فکر کنی یه موقع قابها اینجوری بوده یا قابهایی که اصلا برای نقاشی به خصوصی ساخته میشده که شبیه شما خوب تو ایران خیلی دیدیم و داریم، بنابراین در اهمیت قاب. و این رو همینطور ادامه میده تا میرسه به اینجا. این آقای ایمان افسریان نوشته که درباره قاب بندی کادر نقاشی قدیم ایران هست، مینیاتورها به خصوص اینجا مورد توجه است. اینا چون قرار بود از صفحات کتابی باشه، بنابراین هم لی‌آوت به قول ممیز، زنده یاد ممیز، و هم اینکه خود تابلو رو یه جوری داره پاسپارتو میکنه توی این زمین و فوق‌العاده است. این ترکیباتی که استفاده شده و تأملات ایشون درباره این قضیه فوق‌العاده است که نشون میده که اینا در دوره‌های مختلف چقدر نقش عمده‌ای داشتن. و حتی اون جاهایی که این اون فرشی است که توی ویکتوری آلبرت هستش، حتما دیدید، بله، این فرش معروف صفوی است که تو ویکتور آلبرت هست. این تصویری هم که میبینید تصویری است که از بالا گرفته شده از حوالی شیراز. این نایی که میبینید که خیلی شبیه حاشیه این فرشا هست، قنات هایی است که از قدیم اونجا زده شده برای اینکه آب برسونه، الان چیزی ازش نمونده که ممکن است آبی توش نمونده باشه، البته چیزی ازش میمونه معمولا قنات، ولی آبی ازش باقی نمونه. به هر حال همونطور که دارم ورق میزنم دارم خودم خلاصه میکنم که یه نشریه مثل همه شماره‌های پیشینش پروپیمون و خوشچاپ و خوندنی. خب بریم جهان کتاب رو ببینیم. مثل بله. همیشه پروپیمون و مفصل و... آره. شما فرصت کردین نگاه کنید؟ من یه نگاه کردم، یه چیزی که پیدا کردم خوشم آمد. وقتی کتاب میخوانم یه یادداشتی بود از آقای آرش اخوت. نمیدونم یه جوری انگار که مثلا خیلی احساس چی میگن همزاد پنداری باش کردم، یعنی همینطوری میگفتش که هر جای خونه من بری یه کتابی هست نصف کاره، همینطوری 4 صفحهشو خوندم 10 صفحهشو خوندم. بعد اینکه چطوری کتاب میخونه، در واقع داشت توضیح این بود که یه آدم کتاب خون چطوری کتاب میخونه. گاهی وقتا یه کتابایی رو همینطوری شما رو میگیره و تا تهش میرین. اتفاقا اشاره میکرد که چقدر ترجمه مهمه، ترجمه های خوب چقدر باعث میشه که آدم کتاب رو همینطوری ول نکنه و بره. خلاصه یادداشت جالبی بود. مجله طبق معمول بیشتر شماره ها شروع میشه با نامه آقای پرویز دوایی، طبیعتاً از پراگ، و پیش از دم صبح. و واقعا من حیفم میاد که نثر آقای دوایی رو خلاصه کنم یا نقل کنم موضوعا رو، برای این اون نثر پر اشاره طنازش هم این میان عدس پا رفته باشه، ولی حتما بخون. رپانزل و دوباره رپانزل، یه مقاله از جمرس ترجمه کرده خانم پرتو شریف‌مداری، خیلی مثل بقیه مواقعی که توی مجله داستان که صفحه خاص خودشو داره، یه تصحیح جدیدی از شاهنامه اومده، اینطور که از نوشته سجاد آیدنلو میشنویم. خب به حرف و گفتگو درباره شاهنامه اصولا حرف زیاد زده میشه، به همون نسبت که حرف زده میشه هم حرف و گفتگو هم درباره اون حرفایی که زده میشه همیشه وجود داشته. شاهنامه
معصوم علی اکبری نقد خیلی خوبی نوشته است، نقد و معرفی از زن تو روایت های خانم بلقیس سلیمانی، نویسنده قصه نویس، و به نظرم خیلی خوبه، به خصوص که اشاره میکنه به اینکه این زنها الزاماً فمینیست به معنی که ما میخواییم نیستند، ولی تصویرهای خیلی جدی و خونداری هستند و میرسه به خصوص به مارون که تنها قصه خانم سلیمانی است که من نخوندم اتفاقاً متاسفانه، و بنمایه قصه رو وقتی که میگه تکون دهنده است، یعنی وقتی که از یه زن جوانی صحبت میکنه که هوودار شده و این گرفتاری داره ستونهای زندگیش میلرزه و بچه 8-9 ماهه خودشو میگیره بالا سرش و میاد تو اون خونه فریاد بزنه، خیلی فوق العاده، یعنی اصلا رسیدن به اون لحظه که اون زن بچهشو میکوبه زمین و بچه فوت میکنه و همین باعث میشه که اون مرد معنی زندگی رو میفهمه، با هم دیگه میرن توی گورستان، گورستانی که گورستان همه چیست، بله، یعنی گورستان خباست، گورستان بدی هاست، پلیدی هاست، همه چیست. بریم دفترهای نیلا رو هم نگاهی بکنیم. دفتر نیلا به نظر من، من شخصا اینطوری نگاهش کردم، دفتر 15 هم هست که این دفعه ویژه آقای بیضایی است به مناسبت 89 سال تولد آقای بیضایی. بیشتر به نظر من میرسه که این مجموعه که زیر نظر حمید امجد در میاد و به حال یک نهله فکری تئاتری ایران رو داره میکنن، گرچه حال کسای دیگه هم هستن توش، یک ادای دی نیست به آقای بیضایی. آقای بیضایی رو بابک احمدی گفته بود که مهمترین شخصیت زنده هنر ایران، به نظرم هیچ اغراقی تو این حرف نیست. و اینجا این شماره هم که درست کردن خیلی پربرگتر از شماره های عادی نیلا هست، ولی هم از خود آقای بیضایی چند تا یادداشت داره توش و هم نوشته های دیگران درباره ایشون هست، نوشته های دیگران درباره کارهای بیضایی هست. یه نوشته حمید امجد نوشته بیضایی و پیر آندرلو، خیلی نوشته شیرین و خوبی بود. به هر حال کسایی که مثل من و مثل آقای امجد و مثل آقای چرمشیر بیضایی رو به بزرگی قبول دارن که تعدادشون هم کم نیست، فکر میکنم این شماره شماره خوبی است برای اینکه داشته باشن. ترجمان هم یک نگاهی بکنیم. ترجمان انتشار پیدا میکنه توسط یکی از مؤسسات وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد، بله، ولی بذارید بگم که نشریه است که به وظیفه خودش خیلی خوب عمل میکنه، اثر تا تش قرار است ترجمه باشه و این ترجمه ها یه حول محوری هم هست که کم کم خودشو جا انداخته برای کسایی که میشنن. نهمین شماره است که منتشر میشه. این دفعه ترس، سلطنت ترس به قول خودش، و این ترس در شکل‌های مختلف از شهرنشینی امروز، از زندگی در دنیای شبکه‌های مجازی، از فراوانی اطلاعات. دومیش واقعا ترسناکه. یعنی این ترس‌های مختلف و یه نگرانی به خصوص، میگه یه نوجوان امروزی چند روز بدون اینترنت میتونه زنده بمونه؟ بعد این سوال رو مطرح میکنه و جواب میده و گاهی اوقات مطالبی که انتخاب میکنه، چون همه از منابع خوبی هست، خیلی تکون دهنده و خیلی هوشیاریش. به نظر میرسه که ترجمه به وظیفه اصلی خودش خیلی خوب عمل میکنه. خب عالی، بریم کارتون آخر رو ببینیم از میرشاه ولد. میرشاه ولد اشاره میکنه به همین موضوع که موضوع حاد هفته گذشته بود دیگه، یعنی گرونی که رسیده به گوشت، بله، و میگه که یه شقه ران کامل گاو با قیمت پایه هر کیلو 90,000 تومان، 90,001، 90,000 رو میرن، بله، اشاره میکنه به حراج بزرگی. آره، حراج بزرگی. شما میخوان یه کوچولو مطلب طنز آخر هفته رو هم بخونید؟ طنز خیلی شیرین نوشته حسام ایدری توی شهروند، ولی حالا اگه فرصت کنیم بگید یه بخشیشو میخونم براتون. این فیلم هایی رو که توی جشنواره فجر بوده، این فیلم ها رو و کارگردانش رو یه جوری موضوع طنز خودش کرد. اول به آشفتگی پرداخته که آقای جیرانی کارگردانش، واسه بنابراین معلومه که میگه شاید ندونید ولی آقای جیرانی تو کتابخونه‌اش بخشی داره به اسم داستان های خانواده مشرقی که پر از فیلم نامه هایی است که در دوران جوانی نوشته و این همه کارتون ها هم در حقیقت کاراکترها هم از خانواده مشرقی هستن. این حالا یک چیز درآورده.
سرخپوست از نیما جاویدی. این فیلم دو تا ویژگی داره. اول اینکه مسعود فراستی اونو دوست داشته. اینکه چیزی بسازی که مسعود فراستی دوست داشته باشه مطلقاً کار آسانی نیست. فراستی حتی از خودش هم راضی نیست، فکر میکنه هنوز اونطور که باید شاید در نیامده، هنوز ما قبل منتقد و مقواس. سال دوم دانشکده من رسول صدر عاملی، میدونید که فیلمیست که درش خیلی حرف گفتگو شد، میگه تجربه نشون داده پرویز شهبازی هر موقع فیلمنامه خوب داشته باشه خودش ساخته. پس اگه یک کمی زرنگ باشید به همین دلیل واضح و مشخص خودتون سمت این فیلم نمیرید، داره نقد میکنه. فیلم قرآن روزا تختیره که بهرام توکلی ساخته، اینم یکی از فیلم های مهم پر گفته بوده. تعریف میکنم خیلی ازش. آره، نوشته که مظلومتر از آقا تختی پیدا نکردید. انصافاً آقا قرآن روزا کاری به کار شما داشتن، این آقا رضا، آقا غلام رضا تقدیر میگه، میگه اصلا کاری به کاری کسی داشت؟ یه گوشه ای از خاطره مردم نشسته بود کشتیشو میگرفت، در کمال مهربانی از پای زخمی حریف زیر نمیگرفت. چرا با اسطوره های ما این کارا رو میکنیم بابا؟ این همه موضوع همون مارادونا مگه چه اشکالی داشت؟ نگهبان درخت صفی از دانیان هم گرفته میگه آیا از بیخوابی رنج میبرید؟ آیا ناگهان درخت هم مثل اینکه اون چی گفتم بس؟ شما یه چیز شما گفتید؟ نگهبان. نه ناگهان، نگهبان دیدم. آره خب ناگهان درخت، ناگهان درخت صفی یزدانیان هم دیده نوشته که آیا از بیخوابی رنج میبرید؟ آیا از مصرف قرصهای خواب‌آور خسته شدید؟ آیا همه شب شما رو نمیبرد خواب؟ برای شما برنامه ویژه‌ای داریم خانم آقایون ناگهان درخت. مرسی آقای بهنود، خیلی عالی بود و مثل همیشه ممنون از شما. تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بفرستید. راه‌های تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما یا با آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از صفحه خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.